دو پیستون کناری این تیم باشن. یه فرصت داره هاشمیان میذاره کوپو قابل تا دست کوپو جمع و جور میکنه. عجب فرصتی بود برای وحید هاشمیان که استفاده نکرد. یه لحظه اشتباه محمد خانی، لغزنده بودن زمین. نگاه کنیم ما هم وحید هاشمیان تک به تک با عابدزاده که خوب بیرون آمد و زاویه رو تنگ کرد. به نام سراج میخواد باز هم سهند رازیان. یه لحظه درگیری هاشمیان با عابدزاده که خطای هاشمیان است. کوچکترین حرکت از مهاجمان یا به هر حال بازیکان حریف بروی دروازه‌بان خطا است و نگاه کنیم به این ترتیب کاملا مشخص بود که هاشمیان عابدزاده را با خطا زد و داور هم بلافاصله اعلام کرد. نزدیک به 45 الی 50 هزار تماشاگر و شاید بازیکنی که بتونه از کمند مدافع یک سوی کوتاه علی آذری یه پاس خیلی خوب برای رسول خطیبی. به نظر رسید که توپ به دستان خطیبی خورد. حالا شلیک خطیبی که در دستان حالا از طریق بلندگوی ورزشگاه هم قهرمانی تیم فوتسال ایران در قهرمانی مسابقات آسیا تبریک گفته میشه. ما هم همین تبریک رو میگیم و امیدواریم که فوتبال ایران و فوتسال ایران همیشه موفق و پیروز باشه. خسته نباشید میگم به همه همکارانم در پخش شبکه سوم سیما و دوستانم در ورزشگاه آزادی. تا نیمه دوم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حتما همکارانم در پخش در خدمت شما خواهند بود. در پخش شبکه سوم سیما هم خسته نباشن و با هم ضمن تماشای گل پاس در واقع تک گل مسابقه در ثانیه سیوم نیمه اول به آغاز نیمه دوم میریم تا ببینیم شرایط در این 45 دقیقه چه خواهد شد. پاسی ها در همان اولین حمله خودشون با ضربه کارنر خوبمون در پخش شبکه سوم سیما هم خسته نباشن و با هم ضمن تماشای گل پاس در واقع تک گل مسابقه در ثانیه سیوم نیمه اول به آغاز نیمه دوم میریم تا ببینیم شرایط در این 45 دقیقه چه خواهد شد. پاسی ها در همان اولین حمله خودشون با ضربه وحید هاشمیان به گل رسیدن و از این لحظه هم نیمه دوم آغاز شد تا تیم پیروزی. فرصت برای رسول خطیبی و توی دروازه گل دوم تیم پاس هم اینجا به ثمر میرسه. رسول خطیبی گل دوم رو میزنه و حضور هاشمیان و خطیبی شاید این اجازه رو به مدافع پیروزی نمیده که به طور کامل در حملات این تیم شرکت بکنن و کمک کنن هافبک ها و مهاجمان خودشون رو.